گریه کن، نداره غم تو دلت انبار بشه. بابام گفته دیگه حق ندارم بیام اینجا، هرچی هم بهش بیام انگار دارم به آهن سرد میکوبم. حرف به درت زمین نده، بلند شو برو. خالگیسو همچین کاری نمی کنه، خیال شما جمع باشه. چرا نمی کنه که؟ من بودم می کردم، تا هم بودی می کرد. آقا کدوم آده این یا قلب بچه چه بفروشه؟ اونم خالگیسو. آقا تازه اگه قلب بچه چه می فروخ مطمئن باشه می اومد بده یه ابراهیم اونجا. یعنی خالگیسو اومده پول قلب ابراهیم رو گرفته، صداش هم در نیورده که طلب مردم رو نده؟ نه آقا اینجوری نیست که تو میگی. اگه قرار بود طلب مردم رو نده اون پسر رو نیفرستد آوار بده یاش جمع کنه. آقا گفتن نداره که، من خودم روز خاکسپاری زیر جنازش گرفتم دیدم سبکه، پس قلبشو فروخته. عجب حرف خنده داری تو میزنی ری، تو از کجا فهمیدی 200 گرم قلب زیر تابوتش که دیگه سبک سنگین شده؟ خب به نفس خود پسر سوال بکنی. تمام بستان نگم آقا، مثل روز روشنه که سلی علا محمد باله محمد. ای کاش شما هم اینجا بود. هر وقت که سوار ماشین زیبایی که خریدم می شوم یاد پاموج می کنم و دلم میخواهد رانندگی با این ماشین را تجربه کنه. در همسایگی من دختر زیبارویی به نام سیمینا زندگی میکنه. گاهی او را میبینم و با خود میگویم کاش شما هم اینجا بودید و همراه هم به خواستگاریش میرفتیم و زندگی زیباتر میشد. دلتنگ شما جلیل. حاکمی سر، این دختر فرنگی بچه ما رو گول نزنه. خوشید خانم، الف باید تو دهن بوزی شیرین بیبه. من عروس فرنگی متلایی چشتنگ نمیخوام. من میگم یک کاری کنی، این اسب ابراهیم هست، اینو قشنگ گلمنگولی کنی، خب بشه مرکب عروس هلندیتون. دیگه فردا با یه عروس فرنگی یه نوه فرنگی هم به بغل میخواد بلنش بیاد، من اصلا دوست ندارم. بیا آقا جان، بیا یه چند خط جواب جلیل بنویس. اول بنویس به نام عزیز الله، به نام عزیز الله. دل من خیلی، نه دل من و پاموج خیلی برای تو تنگ شده است، تنگ شده است. ای کاش که بیایی تا این خانه رنگ زیباتری به خود بگیرد، بگیرد. نگران ما نباش، اینجا جوانی هست که مرتب به ما سر میزند به اسم رهی.
حالا میخوای اینو ننویسین چون منو نمیشناسه زایه هست. خب اسم رهی رو ننویس، فقط بنویس جوانی هست که به ما سر میزند. ما مخلص شمایی. قربان قلب و مهربان تو برم، تو عزیز مایی. دلم برای اتو کردن لباسهای تو تنگ شده است. یادش بخیر، وقتی میخواستی بیرون بروی توشک مرا بلند میکردی و پیراهنت را از زیر توشک در میآوردی. من دوست داشتم که نگاهت کنم. اینی که الان میخوام بگم خیلی پررنگ بنویس، خیلی پررنگ. من خودم اینجا برای تو دختری در نظر گرفتم که هم قشنگ است، هم با سواد است، هم با حیا. حالا بعد به تو میگم، بعد میگم دیگه، هیچی دیگه، انشالله زود برگرد. بفهم خیلی خوب. خب اگه کاری نداری من برم. برو با امید خدا، دستت در نکن. بگیر سوخنو هم سلام ما رو برسون. فقط نگفتی کیا؟ تو اشاره بزن، ما خودم تری نفر پیدا کنم گل من استن. تو جان قربان، بگیر سوخنو هم سلام برسون. چیه پسر؟ سلام سلطان، حالت خوبه؟ قربانت. بگم قرصاتو به موقع میخوری؟ مجید دم به دقیقه اینجا، تو نگران نباش، سر موقع خودم میخورم. ببین حواستو جمع کن، یه وقت حرفی نزنی، چیزی نگی اون خانم دلگیشا. باشه پسر؟ باشه. چشم. کاری داشتی به مجید بگو دیگه. با هم مراقب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. سرما خوردم، یکم سلام گرفته. زیر رو چیه؟
چیزی نشده، یکم دلم گرفته. از وقتی رفتی دیگه کسی نیست باش درد و دل کنم. آره همه دلشون میگیره، همه دل تنگ میشن، اما من دلم تنگ واسه نمسه بسته که هیچ وقت همسشون نگردم بروش. میزنی؟ واه بیا چرا چه نه؟ از کجا میگیری این مایی ها رو؟ یه روزه میبرم از که بفهمی از کجا میگیرم. شالیکوبی چیزی به تو نگفته بود؟ والا خواهد سرمنی غاز مردم فکرش کرده بود. خب میدونم یکی حرفای انداخته بود یکی زبون مردم. که چی؟ که یعنی ابراهیم شوی که پول برنجا گرفته خودش کار انجام داده، یعنی خود شالیکوبی آتیش زده. خب یعنی پول مردم رو بخوره. ولی خدا شاهده هر کی یه بار از کنار ابراهیم رد شده بود میفهمید که این بچه چقدر اهل حلال حرومه. به خاطر همین هیچ کس دم نزد، مردم محصول یک سالشون سخت. نگفتم نمونه، میفهمن گیل سود سشتنگه. به خاطر همین هیچ کس دم نزد. بسم الله. مونده فرش زیر پامو بفروشن. آخه من میگم چجوری میشه آخه؟ من که حاضر نیستم قلب بچه منو بدم بره. تو واقعا کار خوبی کرده. ابراهیم که رفت، خدا رحمتش کنه. حداقل با قلبش مادرش از زیر بدایی نجات میده. شما از کجا میدونین همچین حرفی میزنین؟ من خودم با پسر حرف زدم. مستقیم نگفت، ولی ازم پرسید چقدر برنج از شالیکوبی طلب دارم. خواه اینه که به ما هم گفت. هم با ما هم این خانه با برسه. اگه خاله گیسو پول گرفته پس چرا با ما نگفته؟ از کجا معلوم؟ شاید داره حساب کتاب میکنه که چقدر میتونه بده. ما یه فامیل داریم تو رشت آمپول زن ها. ازش پرسیدم که قل فروشی نیست که، اگه باشه میلیارد میارزه. میلیارد؟ پس این همه پول از کجا میخواد بیاره که الان بخواد بده به گیسو؟ ولی واقعا اگه اینجوری باشه من یکی که راضی نیستم. اصلا فرض بر این که خاله گیسو قلب پسرش رو فروخت، به ما چه آخه؟ خانم چه حرفیه؟ به ما بدهکاره ها. آره والا بسه دیگه، اینقدر غیبت خاله گیسو رو نکنین. چه غیبت داریم؟ چه حرف زدیم ما؟ اگه زندگیمون به باد رفت بروش نیاوردیم حرمت گیس سفیدش رو داشتیم. خانوما
شما همتون میدونید که ما هر ماه جمع میشیم دور هم که یه کار خیر بکنیم، نه اینکه پشت سر کسی حرف بزنیم غیبتش بشه. آم مری خانم جان، ما که حرف بدی نزدیم، ما از حق خودمون داریم دفاع میکنیم. ماشاءالله مری خانم، نفست از جای گرم بلند میشه. شکر خدا شما که از مال دنیا بی‌نیازی. مری جان، یک لحظه شما خودتون بذارین جای ما. خانم جان، شما که هم بزرگ مایی، هم از همه ماها بیشتر تجربه داری. این چه حرفی آخه؟ همه تو زندگیشون الان مشکل دارن. من فقط میخوام یه چیزی بدونم. شما واقعا رو تو میشه تو چشمای خالگیسو نگاه کنی حرفا رو بهش بزنی؟ بخش میری جو من گرم رو به نفسم دریا بسم الله. یه نگاه به خودت بنداز. بهتره تو خودت یه نگاه به خودت بندازی. دقی بیا دست از این کار برده، برو دنبال یه کار دیگه. با تو اما مرد وقتی به پشتش میزنی باید خاک بلند بشه. اینه تک سرتو کردی تو بر، تو آدم گریزی، فکر میکنی مردمو نمیبینه؟ مردم تو رو نمیبینن؟ میبینن تقیه، من دارم باشون میشینم، پا میشنم، میشنم، با گوشای خودم میشنم. چی کار است؟ بوغ میزنه، بخیه به عبدوغ میزنه. در دهن مردم نمیشه بست، من آدم جمع نیستم، همینجا راحتم. خالی کارین اونجا. سلام علیکم. سلام آقا. خسته نباشی. سلامت باشی. خدا قوت. قربان. خوبی؟ خیلی ممنون عارفی. این چوبا برای چی عارفی؟ زغالش میکنی. آها. بس میخوای این حساب کتاب چوبا رو کم کنی نده؟ شما چرا اینقدر نگران حساب کتابی؟ من خودم آدم حساب کتابم. ولی این کار مردونه است بین من و همسره. چرا من نگران؟ میگم دست شما دار نکنه، اگه میشه این تقیل راضی کنین از اینجا بره، یه کار دیگه دست پا کنه. آخه این چه حرفیه میزنی؟ این بنده خدا هنوز دل شکسته کور شدن چشم پارساست. بابا برش کن، مرده داره کار میکنه. شما هم با این وضعیت بار شیشه داری، اینقدر نگه اینجا. باره دیستشت باره مفتر مردن، کی بس بچه ها مراقبت بکنه؟ خانم دور از چونتون، اگه شما دادا چند سالتون خدا قهرش بدین، چه حرفیه میزنی؟ درزم خیلی ممنون. اون معلم اومد به میلاد درس داد. دست شما درد نکنه. در مقابل لطف شما که اصلا چیزی نیست. وظیفه‌مه. فقط نه خواهش می‌کنم. هیچ خواهش کردم. چیز... خواهش کردم. شهرام بود. شهرام بود. تحریم. با اصلا هیچ آره شهرام اومده بود چی؟ هیچ اصلا چیزی چی؟ اصلا چیز خاصی نبود. Thank you.
سلام. خدا قوت. چرا انقدر به هم ریخته ای؟ داشتم به این فکر میکردم که اگه مادرت هم بود حرف دلت ازش پنهان میکردی؟ داشتم به این فکر میکردم که چجوری میشه پشت سر یه آدم یه مش یه چی بگن، یه مش چی دیگه بگن. آدم ها دیگران همونجور که خودشون هستن میبینن. پس حقیقتش چی؟ صدای قلبت گوش کن، حقیقت رو بهت میگه. پسر جان دست نماز بگیر، وقت صلات مغرب. درد نکنه، ثواب داره. این بچه هم میان اینجا، خب این کتاب ها رو میدن بخونن ثواب دار بشن، ثوابشون زیاد بشه. آیری جا، یعنی گلسو نمیگفت تو نمیومدی اینجا؟ حالا که اومدم که دست درد نکنه. چی میگه؟ سلام داره. آوا سلام مارم برسون. خدا رو شکر واقعا. چرا؟ چون هم چشمام میبینه هم گوشم میشنم. معده، معدت هم کار میکنه. یادم رفته، ولی روده هم کار میکنه، یاد راحت. ولی میدونی چیه؟ دلم برای یک چیزی تنگ شده آیره. خیلی میدونی؟ اون موقع بازانه بچم که دعوا میشود، خب من قهر میکردم میرفتم، من میرفتم. ولی الان دعوا میکنیم ما، خب ولی اونا میرن. من سوال بپرسم ازه؟ بپرس. تو چی میزنی اینقدر شادی؟ من؟ نه من، من به هیچی دارم اینجوری میخندم؟ هیچی؟ با همونه با رفتن برم برم بگردم. ببخشینا من منظوری نداشتم. ایراد نداره، بدونی چیه؟ شما در سال 6 جفت کفش میخرین، خب ولی من یه جفت 30 سال پیش خریدم. الان اون زیر اونا اونا. Huh.
زندگی اینتی اور یا ام از ظلفا بانمونه ای سرسنا ما نداره می دل ویلو نمونه زندگی تی دستانی ولی جفور کنه بابای یا بداری کهانه باید به زبرو نمونه دکتای ارسو تی چوشبه شمی خونه دیجی من مشقامو نوشتم. حالت خوبه نصف شبی مشق چیه؟ یه نامه میخوام سن بنویسی. نامه نصف شبی آخه چیه؟ بنویس یادداشت کن. به نام خدای زیبایی ها. از اولین باری که تو را دیدم همه وجودم غرق عشق شد. عشق عاشق که شدی؟ بگیر بنویس، این قدم فضول نباش. خب بگو دیگه. بجام بنویس. چگونه میشه و تو را دید و عاشق نشد؟ به قدری که نمیتوانم جلوی عشقهایم را بگیرم. یکم گریه کن بری سر نامه. چی میگی؟ نصف شب از من عشق بخوای؟ بنویس. دوستدار تو لیلا. سر بالا منو نگاه کن، منو نگاه کن. اینجا رو میدونی تا چشم کار میکنه مال تو میدونستی ها؟ مطالب تو چک زدم ها؟ نشفتم. میدونستی من بابا نداشتم؟ میدونستی آرزوی بود که بابا داشته باشم ولو به قیمت این که هر روز بریم چک بزنه ها؟ قد دراز کردی، بازود کلوف شده، میری با سنگ زن حامله تهدید میکنی؟ ها؟ خوب گوشتو باز کن، وقتی حرف میزنم منو نگاه کن. اگه یک بار دیگه به جای من تصمیم بگیری چشامو میبندم، یه جوری میزنم که نفهمی از کجا خوردیم. حالیته؟ نشنفتم. یلا گناه من چیه که نمیدونم ننم که نه بابا؟ شما بگو من چیکار کنم؟ چون بی کس و کلا نباید عاشق بشم. داری زیادی حرف میزنی ها. به خدا برای هر قلم خلاف هزار تا دلیل داشتم و
ولی از بچگی کار کردم، از بچگی کف گاراژ کار کردم، مثل بچه آدم زندگی کردم. برو دیگه این برای پیدا نشه، برو ببینم. سلام خالگیز. سلام، خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید. خوش آمدید. سلام آمدید. خوبی مارجم هستید؟ ببرم. خوش آمدید، بفرمید. زحمت کشیدید. من یه پذیرایی بکنم بکنم؟ نه، عرض واجب داریم، بفرمید. ما نمک پروردیم، بفرمید. شرمندم کردیم. حرفا چیه خانم جان؟ محبت های شما که با این خردریزه جبران نمیشه. والله هر سری یه عقلی داره. ما هم عقلامون رو ریختیم رو هم، اومدیم اینجا با خودتون صحبت کنیم. ما شاید پیش خودمون فکر کردیم که پول برنجای ما دست آقا ابراهیم. ولی خدا به سر شاهده، خدا به سر شاهده، هیچ فکر بدی در رابطه با شما و اون خدا بیامرز نکردیم. اگر هم می‌بینید این جماعت امروز اینجا جمع شدن، به خاطر هرچی حرف مردمه. اومدن راست و دروغ حرف از خودتون بشنون. چه حرفی؟ والا رود درازی نکن جماعت معطل. چه افتاده که شما قلب ابراهیم و با این آقا معامله کردید؟ درسته؟ قلب ابراهیم تو سینه این پسره، ولی نه بابتش ریالی پول گرفتم، نه قرار قرونی بگیرم. آمده اینجا کارهای ناتمام ابراهیم رو تموم بکنه. اگر خار شده به چشم شماها، همین امروز بهش بگم جمع کنه بره. اختیار داری خانم، میمون شما روی چشم همه ماست. فرستادم دنبال تک تکتون بین اینجا که ببینم به هر کدومتون چه مقدار بدهکارم. چرت که بندازم ببینم چطوری میتونم بدهیتون رو بدم. کی؟ ما که غیر برنج عایده دیگه ای نداریم. از بس با دست صورتمون رو سر کردیم دستمون درد گرفت. ما خیلی وقت چشم بختیم که فرجی بشه. اما راضی بشیمی زحمت نیم خانم جان. امین رخت لباس عیدم میناره گله بدرس خوره. طلاها و زمینم میفروشن تا بتونم پول تک تکتونو بدن تا ریال آخر. اگر کم بیاد سنگ قبر ابراهیم هم میفروشن. اگر کم اومد میام خونه تک تکتون کلفتی میکنم. خوبه؟ خانم دیگه ما رو شرمنده نکنید دیگه. جماعت قرار ما این نبود پول حرف وسط بکشیم. راست حرف همینجا شنیدید. تمام، قلب ابراهیم معامله نشده. این بحث هم همینجا چال میشه. تمام. برای شادی روی آقا ابراهیم صلوات. اللهم صل علی محمد و میام من داره پول دستم میاد. پول گرفتم میتونم که من چیزی نفروختم، تو هم چیزی نخرید. چجوری میخواین جواب این همه طلبکارو بدین؟ خدا بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. خدا بزرگه که خاله
سلام خاله. سلام، بفرما. سلام علیکم. ماشاءالله خوب به کار افتادی جوون. جواب سلام واجبه. خسته نباشی خاله. رو تنور بود که یه تیکشو برداشته بودم. هنوزم ناخنک میزنی؟ خاله ببخش که بی وقت اومدم. گفتم این پامپا کردن جایز نیست، بیام برم سر اصل مطلب. یکی از دهن کریم یه حرفی شنیده، رفته همه این روستا رو پر کرده که شما قلب ابراهیمو فروختی به این جوان. میدونم اینجا بودن، میدونم که خوب میشناسیشون، ولی نگاه به این عرض ارادتا نکن. اینا گرفتارن، بعضیشون زبوندار، بعضیشون بیزبون. فقط حد دارن، همچی که کفگیرشون بخوره به تایدیک، بی زبوناشون هم زبوندار میشن، بی حرمتی میکنن. پسر جان یه لیوان چای بردار بیار. به کارت برس، چای زیاد خوردیم تو این خونه. خاله بدهی شما به اینا یه قرون دو قرون نیست، اومدم اجازه بگیرم با چند نفرشون تصفیه کنم سبک بشه این بار. خدا زن بچه‌ت برات نگه داره. سنت پیامبر قرض الحسنه. شما به جای اینکه با چند نفر طرف حساب باشی با من طرف حساب شو. خاله قرضه نه صدقه. چرا؟ چی چرا؟ چرا میخوای این کارو بکنی؟ این همه کار خیر هست میتونی انجام بدی. خب معلومه، واسه خاطر ابراهیم، رفیقمه. اون دنیا جوابشو چی بدم؟ زل بزنم تو چشاش بگم داشتم نکردم؟ شما قبول میکنی؟ با دایی ابراهیم صحبت کردم، گفت یه کمی صبر کنم جور میشه انشالله. خودم هم یه کمی طلا دارم، زمینم دارم، خدا خودش جور میکنه. الحمدلله خدا رو شکر. خاله من دعای ابراهیم رو میخوام واسه شفاعت. خاله این ثوابه، بذار من تو این ثواب شریک شم. خدا خودش کمک میکنه. معلومه، فقط خدا از آسمون که پول نمیاره بذاره دامن شما، بندهشو وسیله میکنه. این کلیدی که خود شما یادمون دادیم. نه ممنونت خاله، با دو سه تا سنگینشون تصفیه حساب میکنم. یالا سلام صدا به جا. خوبی؟ خوبی دختر. چه خبر؟ سلامتی. اینجا وایسادم کلی این را رو نگاه کردم، یه پاس پنجه، یه پاس پنجه، تو کی میرسی؟ چه خبر داری؟ خدا رو شکر. ولی میخواستم یه چیزی بهت بگم، تو دیگه بیگان آدم نیستی. میبینی که ملت را افتادن، همه میگن که چی؟ گیسو داره از این پسر پول میگیره. سودابه تو چرا این حرف رو میزنی؟ دیگه به من نگو دیگه دختر. رفی خودش اومد منو دی، بیام تو رو ببینم، تو بری به گیلسو بگی که رضایت بده پول چند تا از این طلبکارا رو رفی بده. قبول نمیکنه. میدونم دختر، رفی به من گفت به اون هرگز قبول نمیکنه، ولی من از تو میخوام بری باش حرف بزنی. یه آدم خیر پیدا شده میخواد پول چند تا طلبکار رو بده. من نمیفهمم چرا گیلسو مخالفت میکنه. به حرف من گوش نمیکنه. خب برو باش حرف بزن دیگه دختر. دیگه الان حرف من و حرف تو نیست که، پول مردمه، مردم پولشون رو میخوان. پول پول. اصلا چه رفی باید بدهی ابراهیمو بده؟ لیلا تو دیگه نباید این حرف رو بزنی. پول ابراهیم نیسته، الان دیگه حساب گیلسوه. میدونی چی میگم؟ حساب گیلسو. رفی میخواد به گیلسو کمک کنه. قبول نمیکنه. من قبلا باهاش حرف زدم، حالا اگه میخوای خودت برو باهاش حرف بزن. من رفتم بهش بگم، من برگشت گفت با تو چی؟ بده من چی جواب بهش بده؟ سودا به خاله که هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه، ولی مطمئن باش قبولم نمیکنه. حالا تو برو باهاش حرف بزن، شاید قبول بکنه. لیلا آبروی گلیسو آبروی ما هم هست. من دخترم برو باهاش حرف بزن، اون رو حرف تو حساب کن. جانبیم برو برو تید وقت میگیرم، برو در فنای خدا باشی. بله برو دختر آوازم، برو.
چشم قرصان رو باش. ببین که عشق من به تو مرا کشید سمت تو، عجب جنون آشنا، قسم به نام خوب تو همیشه میرسم به تو، تو دل دل دقیقه ها، چه قهر عاشقانه ای اگر که گم نمی شدم، به این جنون نمی رسیدم، نمی گذشتم از قفص، از ارتفاع چشم تو اگر شبی نمی پریدم. توی تو سرنوشت من، جهنم و بهشت من، جهان به جز بهانه نیست، به ساعت چون من، به جز قرار دیدنت، قرار عاشقانه نیست، بایست دل بی تو به من رد می شود، از خواب من کابوس و رویای تو هر شب، درد مرا کم می کند با این که غرقم می کند، گیسوی دریای تو هر شب. دیگر بعد از این سوی تو می آیم، ببین با یک دل دیوان در مشت، ظلمی زنم بشناسیم، از بی تو بودن آسیم، دور از تو دلتنگی مرا کشت، بایست دل بی تو به من شبد، از خواب من کابوس و رویای تو هر شب، درد مرا کم می کند با این که غرقم می کند، گیسوی دریای تو هر شب.